سلام دوستان، در خدمتون هستم با طرز تهیه آلبالو پلو. آلبالو نیم کیلو، سینه مرغ تکه شده، شکر به مقدار لازم، فلفل، نمک، زعفران، دارچین به مقدار لازم و پیاز یک عدد. به این شکل با استفاده از یک نی شما هسته آلبالو رو از داخل اون خارج میکنید. حالا شما آلبالوهایی دارید که میتونید برای استفاده در غذا بعد ازش استفاده کنید. حالا پیاز هامون رو در روغن داغ سرخ میکنیم. این سرخ شدن روی شعله متوسط هستش تا زمانی که پیاز هامون طلایی رنگ بشن. حالا سینه های مرغمون رو بهش اضافه میکنیم. کمی سرخ میکنیم اینا رو با هم دیگه، چون میخوایم سینه های مرغ ما، تکه های سینه مرغ ما هم طلایی رنگ بشن. این مرحله هم روی شعله متوسط هستش. ابتدا با آب خودش اجازه میدیم که یک مقدار پخته بشه. آب هنوز در این مرحله اضافه نمی کنیم. وقتی یکم پخته شد، الان بهش آب اضافه می کنیم. به اندازه یک استکان آب اضافه می کنیم. زردچوبه هم بهش اضافه می کنیم و اجازه میدیم که در این مرحله پخته بشه گوشت ما. شما این مرحله رو تا زمانی که گوشت کاملا پخته بشه ادامه بدید. چند بار ادامه بدید. من درش رو میذارم. آب الان تبخیر شده. گوشت ما کاملا پخته شده. حالا ما دارچین و فلفل رو بهش اضافه میکنیم. باز هم تکرار میکنم. چنانچه گوشت شما پخته نشده، مجدد بهش یک استکان آب اضافه بفرمایید. اگر از ران مرغ استفاده میکنید، باید بیشتر پخته بشه، بیشتر بپزیدش. ولی سینه مرغ یه مقدار زودتر پخته میشه. حالا آماده هست، میذاریمش کنار. برنج رو 2 ساعت خیس میکنیم داخل آب و روی حرارت الان میذاریم. رو حرارت تند با به مدت 1 روب باید بپزه. برنج شما کاملا باید نیم پز شده باشه، نپخته باشه، مثل پلوهای دیگه نباشه. پلوهای دیگه یک مقدار بیشتر پخته میشن، این یک مقدار خام برداشته میشه به دلیل اینکه آلبالو خودش آب داره و آب آلبالو باعث میشه برنج شفته بشه. در این مرحله ما شکر رو به آلبالومون اضافه میکنیم. شکر که استفاده میکنید مقدارش کاملا به خود شما بستگی داره. من اینجا آلبالوی ترش داشتم، حالا باز نصف لیوان شکر ریختم. شما میتونین اصلا نریزید اگه دوست ندارید، یا مقدار شکر بیشتری استفاده کنید. مقداری روغن تو قابلمه میریزم. نون کفش پهن میکنم برای تهدیگ. حالا یک لایه برنج، یک لایه هم آلبالو اضافه میکنم و به همین ترتیب ادامه میدم. خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب بفرمایید و نظرتون رو راجع به این غذا به من بگید. و همچنین اگر طریقه پخت بهتری رو به سلام میتونید برای من حتما کامنت بگذارید. البته طریقه پخت آلبالو پلو متنوع هستش، مختلف و هیچ کدومشون هم اشتباه نیست، همشون درسته. این هم روش من هست. حتما دقت کنید برنج شما نیم پز باشه. زمانی برنج شما پخته میشه که
اون رو نرم و پنبه ای شده باشه. الان من در این مرحله زعفران هم بهش اضافه کردم، کاملا مخلوط میکنم و به مدت 1 ساعت روی شعله بسیار کم میگذارم. ولی شما به همین که 1 ساعت بپزه بسنده نکنید، حتما ببینید که برنج شما نرم و پنبه ای شده باشه، نرم و پنبه ای نشفته. آماده است غذا نوش جونتون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت ببرید.